قانون خوبه، خیلی هم خوبه. برای نظم و احقاق حق هم گذاشته شده. ولی آیا همیشه حق به حقدار میرسه؟ ماره بوا من خودم گفتم ماره بوا از این میرسه به یه ماره بوا بگه سلام بوا خیلی بامزه بود واقعا بستنی داشتین بابا اول صبح که بستنی بود خیلی ممنونم ماره من خوب الان میارم بچه ها سپیده ملوک به نظر شما چرا همیشه دختر رو جهازیه میبرن خونه شوهر؟ خب معلومه دیگه واسه اینکه مرد رو بی دست و پا وقتی زن میگیرن تازه دست و پا دارن من اصلا میدونم چرا باید رفت دنبال چیزی که هنوز نبباره نبداره ماما میدونی چی میگه؟ ماما میگه که جهیزیه رو باید خورد جمع کرد تا فشار نیاد به کی؟ به خانواده دیگه خانواده عروس عروس آره ولی میدونی من فکر میکنم آدم باید با یه کیسی ازدواج کنه که نیازی به جهیزیه دختر نداشته باشه کسی که دستش به دهنش نمیرسه خب بیخود میکنه ازدواج میکنه خب آخه ملوک جون اینطوری که نمیشه وگرنه همه آدما بی زن و شوهر میمونن بله میگم که این مغازه یه لوازم خونگی فروشی ساعت چند وا میشه یه حدود یه ساعت دیگه یه ساعت دیگه من که دیگه اصلا حوصله یه ساعت دیگه ندارم خدافظ دیگه مرسی یه ساعت دیگه مونده ما بریم تو خیابون قدم بزنیم آدما رو نگاه کنیم آره تو خسته نشدی از صبح تا شب داری اینقدر آدمای عجیب غریب تو بانک میبینی هنوزم خسته نشدی بچا بری به نظر منم خیلی خوبه بریم تو کوچه قدم بزنیم آدما رو نگاه کنیم بریم ولی من کار مهمتری دارم من ترجیح میدم برم خونه مطالعه کنم چیز بنویسم تا اینکه منتظر باز شدن مغازه‌های برای خرید جهیزیه شوهری که هنوز هیچ خبری ازش نیست بمونم بابا جهیزیه رو که جمع کنی شوهرم خود به خود پیداش میشه دیگه خب پس میخوای من برم شما که انقدر مواظب انتظار شوهر دارین بمونین ها عیبی نداره نه چه عیبی داره میگم که راستی اون چک ضمانت رو لطفا سفید امضاش کن ما خودمون رفتیم خرید کردیم مبلغشو توش مینویسیم ها بابا تو خوب باشیم بریم کوچه واقعا که خیلی جالبه جهیزیه قسطی با چک کارمندی برای یک عمر زندگی مشترک خیلی جالبه راست میگه پس ما رفتم خدا بیاره زفت باشه دیگه من حساب میکنم نه من حساب میکنم اصلا من چقدر شد پشی ببری؟ بله تو یا من؟ من بابا خاله خانم چی کار میخوام بکنی؟ یعنی چی چی من که نمیگیرم یعنی چی من که بابا خانم بیا به جون کامل نمیگیرم این حرفا چی سبید خانم؟ یعنی چی؟ سبید خانم بایی سیده هم بقیه شو بهتون بدم باشه باز خوده خدا جمع روز ها میرسد مشتری ها در سفر
کارمندان کارمندان بدبختن و بیچاره. سلام، چی شده بچه؟ چرا من ناراحتی؟ آخه کی به منو زدن؟ جدی؟ خب این که ناراحتی نداره دخترم، چیز عجیبی نیست، هر روز اتفاق میفته. نه آقای کاوه، آقای کاوه میدونی ما از چی ناراحتی؟ از اینکه تو کیف سفیده هیچی نبود. ما دوست بیچاره میره در کیفو باز میکنه میبینه توش هیچی نیست، به کادون زده. آره ببخ بیچاره دوسته. شما چرا قصود برگشتی؟ آخه دوتا دوست زرنگ کیف منو زدن، دیگه نتونستیم بریم خریده جا حاضر. کیف تو رو؟ بچه اون چیه که من چک سفید امضا تو کافی شاپ سامان تو کیفه کی بود؟ چک سفید امضای ملوکم تو کیف سفیده بود؟ کیف سفید امضا تو چک ملوک بود؟ نه با چک سفید امضای ملوک تو کیف من بود. آقا یوار مادر جو چی شد؟ میزنی تو صورتی دای مجید نکن دیگه که ما رو برای این زن میگیم برای این یویو هم میگیرم خراب رو کنم خودم چکره مولیک خانم در بست شما خوبه؟ آقا مجید ببخشینا، ولی من الان اصلا حوصله خواست و گر کردن این حرفا رو ندارم. درمول کنم ما واسه چیزی دیگه اومدیم، شما چرا فکر کنیم اومدیم خواستگاری؟ ما اومدیم کار دیگه ای داشتیم. ببخشید آخه، نه اینکه هر چند وقت یه بار جلو پنجره همچین مراسمی را میندازین، فکر کردم اومدین خواستگاری. نه مونیک خانم، ما اون چیزی که دلمون میخواست دستگیرمون بشه شد. ما چی مثلا؟ هیچی. نه خب بگی. گفتم شما یه جوری با ما رفتار میکنین انگار جن دیدین. آقا مجید. چرا آقا مجید؟ فکرتی میشه تنها هم بذاری؟ چرا نمیشه مولوک خانم؟ ما به خاطر شما تمام زندگیمون، رفیقامون، رفقامون. میگه سیبیلا. ای والا، این سیبیلامونه، همه سیبیلامون رو ریختیم پایین، این که دیگه کاری نداره. ما چه مولوک خانم، فقط یه چیز خدمت شما بگیم، اون گوشه ذهنتون همیشه رو داشته باشین که مجید اجدا از سیرتون رو تکرد. قربونت برم، خیلی نگم میدارم. خب آره کامران جون، هر کس دیگه هم جای من بود نگران میشد. یه چک سفید امضا از هر کی میدوستیدن نگران میشد. همه جون نگرانی ندارین که الان بارو بارو برس میخونم. وای نه کامران جون، نشوفی گرم الان اصلا جنبشو ندارم. به جاش بخوام یه جوک خیلی خوبه بگم. ببین به یارو میگن که اگه به یه کامیون پر از چک سفید برخورد کردی چیکار میکنه؟ میگه 2500 تا میگیرم خالیش میکنم. بخند دیگه بابا. با مزفت. ولی همه جون جدی میگم، اصلا ناراحت نباشی. ببین یه خانواده بانکی پشت سرته، یه چک سفید که سهله. اگه 100 تا، اگه یه کامیون پر از چک سفیدم گم کرده بودی دیرو دادشی مشکل نداشت، میرفتیم با هم پیداش میکنم. اصلا دونی چیه؟ تاپ کامران بانک اینجاست، شما هیچ قدسی نداشته باش. کامران بانک اینجاست مثل شیر. بله؟ چی؟ ها؟ شما کی هستین؟ ها؟ خیلی خوب، خیلی خوب. خب شرایط شما چیه؟
روزه چرا اینقدر کمر من میشکنه؟ چی گفتی؟ هیچی، یه سری افکار مخشوش و مشوش و بدفرم اومد تو ذهنم، یه لحظه پیچیدم. وای، پس من چی باید بگم کامران جون؟ تلفن زنگ میزنه. جواب بده تلفن رو. من میشنم. خب جواب بده با. برای پاره ملاحظات نباید جواب بدیم. بذار من جواب بدم. نه، عمه جواب نده. جواب بده. جواب نده. عمه شما جواب نده. چرا اینجوری میکنی؟ بله بفرمایی. سلام عمه اختر جون، حالتون خوب؟ عمه اخترن. سلام منو بشنو. بله شما خوبید؟ بله داداش جون، منو صدا کرد. ملوک برو هرچی سریعتر برای من یه نامه بنویس. داداش مگه رفتین مسافرت که براتون نامه بنویسم؟ ملوک جان، نخواستم که نامه فدایت شبم برای من بنویسی. باید یه نامه بنویسی تا من بتونم جلوی اون چکتو بگیرم. داداش خب شما که خبر دارین دیگه، چرا بنویسم براتون؟ من از چی خبر دارم؟ چکمو دزدید. خب من خبر دارم، بقیه که خبر ندارم. ملوک جان، این راه حل قانونیشه. شما باید به من، آقای کاوه بانکی که رئیس بانکم، یک نامه بنویسی تا من حساب شما رو مسدود کنم. حالا نگران نباشین، تو حسابم پول که نیست. تو حساب هیچ کدوم از ما پول نیست. ولی این نامه رو باید بنویسی تا به کلانتری بدیم، تا از چک سوء استفاده نشه ملوک. خیلی خب بگین بنویسم. من بگم بنویسی؟ نه بس خودم بنویسم. برو بیرون بشین بنویسی و زب ورد بیار دیگه. وای داداش، وای این آیکیو اینا که منو کشته. آبا تو دیگه یکی از موقعیت من بارم. نه بابا جون، برقه بانک مرکزی کنو اینا بوده قابونت برم. چیز دیگه نیست برقه؟ سلام آقا. سلام علیکم. خسته نباشید. مرسی، ممنونم. من بفرمایید. ببخشید می‌خواستم این چک رو نقد بشم. بله، چشم. منو میام خدمت. زن داداش؟ بله. چک ملوک خانم ها؟ نگاه کن. ملوک خانم دیگه کیه آقا؟ من این چکو از مشتری گرفتم، ماشین معامله کردم. یه دقیقه اجازه بدید. ببخشید خانم، این چک سرقتیه. بله. به من هیچ ربطی نداره. یا پرداختش میکنید؟ اگه موجودی نداره برگشت بزنید. خانم اجازه بدید من عصای درست کنم. گفتم که این نامه رو بنویسم ببینم هوشنگ جان. بله. چیزه خانم، این چک از لحاظ ما یعنی قابل پرداخت نیست. ما حکم دادستانی داریم که پرداخت نکنیم. نامتون کش میشه ببینم. نامه بله، نامه الان تو راهی هم تو دفتره. بله میرسه، کلر الان تو راه میرسه. ببخشید میشه بگید شما چی کاره؟ به قیافه بنده نمیاد که رئیس بانک باشم. چرا؟ اتفاقاً خیلی خوب بهتون میاد. بله متشکرم. به خاطر همینم باید بدونی که همه بانک‌ها موظفن هر گونه چکی رو گواهی عدم پرداخت صادر کنن. بقیه برنامه‌هاش هم دست قاضی و دادگاه. در غیر این صورت مجبورم از دست تو شکایت کنم. نه خانم، خونسرد باشی، خون خودتون رو کثیف نکنین. این کارا با گفتمان و مصالحه و دوستی و مهربانی محبت حل میشه. حالا بفرمایید مبلغ چکتون چقدر؟ داداش کاوه 20 میلیون تومان. خانم یه دلی بیا دفتر. تو تو رو نگفتم بابا. کتایون بابا هر روز باید به یه بهونه این تنقدر منو بدبخت برسه. خدا به دادم. نمیدونم، هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. کتای اون طرف قهار بخ و بریده است وارده. ما با طبق قانون عمل کنیم، با چک ملوک براش برگشت بزنیم برگرده، بعد اگه خواستیم اقدام قانونی انجام بدیم. اگه برگشت بزنه که اون وقت حکم جلب ملوک رو میگیره، ملوک میفته زندان. بله خب خانم چیکار کنم؟ یه جوری میگه انگار من قانون نوشتم، چاره ای نداریم، باید این کارو بکنیم.
یعنی چی چاره ای نداریم؟ یعنی وایسیم ببینیم ملوکو ببرن زندان؟ بله خانم، قانون این حرفا سرش نمیشه. برادرمه، خواهرمه، پسردائیمه، این حرفا سرش نمیشه. قانون قانونه و ما باید بهش عمل کنیم. کابه بله، تلخه ولی حقیقته. تلخه چیه بابا جون من؟ فاجعه است که این خانم، قانونه، ما باید بهش گردن بذاریم، وگر نمیان در اینجا رو کل میگیرن. باید بهش احترام بذاری. یعنی چی؟ یعنی به قیمت زندان افتادن خواهرت؟ حتی به قیمت زندان افتادن ملوک. قانونه، قانونه، قانون. ببخشید آبجو یه لحظه میشه وایسین؟ یه لحظه رزه بدین. خانم درسته همه رو سیاه کردی، ولی ما یکی رو نمیتون سیاه کنیم. میرواز چیه با ما میگم مجید اجدا؟ این پولا همو نمیزنیم اگه گلتون بره پایین. بفرمایید، خوش اومدین. اینجوری میکنی؟ حالا بهت میگم مجید اجدا کیه. آقا یه ضرب المثله که میگه که شهر که شلوغ شد قورباغه هفتیرکش میشه بانکی ها حاضری خورد. دمت گرم. نزده نریس آقای هفتیرکش. دیگه پای این اوزا که پیش اومد که حال حوصله شام پختن. ولی ملوک خانم من نزدیک بود امروز با یه خانم درگیرشم بزنم شل و پلش کنم به خاطر چکری. شانس آورد. خوب شد مجید جون نشدی، وگرنه الان اینجا نبودی. اینجوریه؟ میگم حالا باید چیکار کنه؟ هیچ کارش نمیخواد بکنیم. شما بذار این قضیه به روال خودش پیش بره. بذار ببینیم دادگاه چه کار میکنه. بلکه هم یه کسی پیدا شده و بالاخره یه جوری سرسامون دا قضیه هم. مطمئنی؟ نه خوبه. خب مجبوریم اینجوری فکر کنیم دیگه. کتایون. بچه ها. خوشبین باشید. چیه جالب؟ من همین الان یک نکته خیلی جالبی به مغزم رسید. چی؟ خیلی جالبی بچه‌ها. گوش بدین. ببین گوش بدین ملوک جان. ما میتونستیم مثلا وقتی اون چک اون خانم بهمون داد دیگه بهش پس نمیدادیم. دست خودمون بلوکش می‌کردیم. بهش نمیدادیم. چرا به ذهنمون نرسید؟ چرا؟ نه. ما به عنوان کارمندان یک بانک حق نداشتیم یه همچی کار دارم. چه جالب شد. خوب شد ما چنین کاری رو نکردیم و وگرنه آبرومون میره. ای وای. ناراحت نباشید. خدا کریمه. انشالله درست میشه. انشالله. یه ضرب المثل لاس وگاسیه که میگه یه شام خوب یه شام حاضری. حالا یه امشب بادمجون نخوردی. ببین همه شهر باید خبر داشت. خبیه این کامران کی؟ یه کامران مرده است. الو بفرمایید. گوش کن آقای محترم، من ختم قانونم. فرمودین شما کی هستی؟ ببین آقای محترم، تا وقتی که این چک پیش منه شما به من مدیون هست. آقای آویزانی، یعنی ببخشین آقای نامیزانی، اون چک سرقتی ها؟ بله آقای محترم، اینو شما میدونی. ولی مطمئن باشین بالاخره قانونی کسی هست که پیشه بگیر و پیداش کنه. بعید میدونم، هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه الا خودم. به مرد حساب این چجور؟ تو حرف دهن تو بفهم، چرا اینجوری صحبت میکنی؟ من فعلا از شما مدرک دارم. طبق قانون چکی که امضای شما پاش باشه باید پرداخت بشه. ولی خب من راه حل بهتری براتون دارم. اگه شما یه میلیون تومان پرداخت کنی حال قضیه رو میکنم. یعنی به قیافه من میاد باج بدم؟ آها شناختمت. شما همون کسی هستی که اون خانم فرستادی بانک. ولی عزیز من مطمئن باش من تو زندگیم باج به شغال ندادم، الانش هم نمیدم. عقل میگه که این باجو بدین و یعنی خیلی بیشتر از اینو باید خرج کنین، تازه ثابت کنین که این چک دزدیه. تازه اصلا معلوم نیست که بتونی ثابت کنی یا نتونی. اگه از من میشنوی نمیتونی، اما جور کردن یه میلیون تومان همچین کار سختی نیست. مفهوم بود؟ قاسم آقا. بله طلعت خانوم. من خیلی نگران دخترم ملوک هست. خب بله حق داری، دخترته. خب منم نگرانم.
میگم توی همچین شرایطی آدم باید چی کار کنه؟ والا تجربه میگه که ما نباید خودمون رو تو گرفتاری‌های قانونی بندازیم، چون میدونین ما آدمای گرفتاری هستیم و تو مناسباتی نباید کاری بکنیم که توی همچین گرفتاری‌های قانونی بیفتیم. یعنی پس شما موافقین که این پولو باید بدیم به هر حال دیگه؟ والا پول زوره، ولی خب چه میشه کرد؟ باید یه جوری پول جوابه ندونم کاری ها رو به هر حال پرداخت کرد دیگه. آخه چه جوری ها؟ چه جوری؟ قصه شو نخوری، خدا کریمه، یه جوری جورش میکنیم، هر چی داریم میذاریم روی هم دیگه و بالاخره پرداخت میکنیم. میگم قاسم آقا، جان قاسم آقا، من همچین بعضی وقتا به قول پسرم پوشن یه نمه همچین سر به سرتون میذارم، یه وقت از من که چیزی به دل نمیگیرین ها. نه نه واقعا خیلی هم خوشم میاد. مامان طلعت، ببین وقت تلفن زدن تا نمیخوای بری تلفن بزنی؟ کاف جا مادر تا هنوز نخوابیدی، دیر وقته ها. سلام خانم معاون. سلام پرویز خان کله، چطور؟ خسته نباشین. سلامت باشین، خوبین؟ خانم شنفتم که یه مشکله بری سر راتون در اومده. گفتم خب از تو چه کاری برمیاد پرویز؟ بیا پرویزی تو نشون بده. ما رفتیم کلاین زدیم بالاخره یه جا گیر کرد، اووردیم، کمکمونم اینه، میخوام بدم خدمتتون. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. واقعا چقدر شما مهربون و دوست داشتنی هستین. بفرمایید خانم. اجازه می‌فرمایید ما مرخصیم؟ واقعا ممنون از لطفتون. خیلی متشکرم. سلام، من خدمت مادرتون برسونم. اتفاقا ننم هم همیشه همین حرف شما رو می‌زنه. میگه تو چقدر دوست داشتنی هستی که ما هست. خب راست گفتن دیگه. با اجازه جمعی خانواده بانکی ها خدا حافظ جمعتون. خدا حافظ. باید سلام من برسیم. خب بله بفرمایید. اما اون منگره پیشه توه؟ آره همون. و واکسی، یه واکسی خوب یه واکسی زنده است. سلام خانم بانکی. سلام، خوبی؟ خیلی ممنون. من اولش بگم که من کیم که یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد دوست شما. من یه آدم خیری هم، شنیدم شما پول لازم دارید، اومدم پول بدم خدمت شما. اصلا این عادت هم ندارم که اینکو بردارم بگم من حجتم چهار نفر بشنون اینا آبرو حیثیت شما بره. من حقیقتش شنیدم شما پول لازم دارید، از اونجایی که من خودم یه بانکی میدونم، بالاخره هر چی دارم از شما بانکی‌ها دارم. اونجا به من جا دادید، به من کار دادید، من اومدم اینجا یه پولی داشتم یه خورده جمع کرده بودم، خب بالاخره منم واسه آیندم دارم جمع میکنم دیگه. تا شنیدم اینجوریه، از اونجایی که خودم رو از شما میدونستم آوردم اینو بدم خدمتتون. خیلی سخته واسم این پولو بدم خدمتتون. من کم باکس دادم به کفش مردم که تا اینو جمع کنم، ولی اینو میدم خدمت شما. دیگه بیشتر اینم اینجا وای نمیستم که شما موقع خجالت بکشید از روی من، از این همه محبت. میرم. جوشو 200 تومن کم هست.
من میدونی چی میگم، میگم که فکر کنم آخ سامان داشته باشه کامران یه زنگ بهش بزنه شاید بتونه جور کنه ها. اینم 200,000 تومان ناقابل. درد شما درد نکنه آقا سامون، هر کی که واسه ملوک خانم لطفی میکنه مطمئن باش هیچ فقط چشمای مجدا دور نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی پنهون نمیمونه. چطوره؟ ببخشید آقا مجید، ولی من این کارو بیشتر به خاطر سفید خانومه که چیز کامران واسه کامران انجام داده. در هر صورت ببین، چون این کارو به خاطر ملوک خانم کردی ها، حتی یه روز از عمر مجید اجدا باقی مونده باشه این کارو واسه چوپرون میکنه. چکرته کارمان هری. نه به سفید خانم هم سلام کامران هم سلام برسونی. در صورت دستت درد نکنه که این کارو واسه زنده هایشت کردی. چکرته. من مسخره شما نیستم، احمق هم نیستم. پس شما هم انقدر احمق نیستین که به خاطر یه من تومن پول بخوایم پای پلیس رو وسط بکشین. پس اگه نمیخوایم مولوی خانم بیفته زنده ها. مولوی خانم چی؟ مولوی خانم؟ بینا تو با مولوی خانم چی کرده دی؟ مولا و شما دوزی کسیبی هستی که مولوی خانم هستی یاد کرده مولوی تو فکر کردی به سعیدی مجید اجدا مرده؟ برو اینه یک چیزی اجدا چهار برو شما مرده این برو با یه زن ترشوی برو دستتو بده مثلا بخواهی سبه بار بار برسو در یه حاجی جون نمت گرد حاجی جون چاکر رفتی این دایی با حال کامران پله با وزار میخواد چی بگه این مجید گوش کنی گوش کنی. خب این آقای مشتش گرفته بود بایسته مجید بهش گفت برو آقا برو آقا نمیرم آقا این کله رو گرفت آورد دنگ خوبی تو مشت آقای نه بابا اینجوری نبود آقا من آبجی من دم زیاد زدمش لحت و پار شد با بوی سمی چشم بود دمت گم با بوی سمی چشم آقا مجید آقا مجید چاکرت من مخلص هستم چاکرت مونو کانم ببخشید یه عرضی داشتم خدمتتون رئیس رو کنم مونو کانم میدیم ما چند وقت منتظر جواب مثبت شما این مونو کانم شما نمیدونی ما چقدر سختی کشتیم که شما این جواب مثبت رو بدیم شما نمیدونی ما تو زندگی اون کم نهی بردیم که این چی خیلی سختی کشتیم همش منتظر بودیم شما یه روزی جواب مثبت رو بدیم مونو کانم میدونی آخه شما که نمیدونی خاطر خواهی مونو کانم بد درد تکرتی جواب مثبت اینا چیه آقا مجید میذاری من حرفمو بزنم یا نه مونو کانم ما سگ کی باشیم نداریم شما حرف بزنید شما هر چی دوست داری میتونی بگی مونو کانم ما چاکرتیم شما بفرمایید حرف بزن ما مخلص شما هستی آقا مجید میخواستم ازتون تشکر کنم واقعا خیلی لطف کردین هیچ وقت زحمات شما رو فراموش نمیکنم امیدوارم یه روز بتونم جبران کنم اختیار داریم مونو کانم بکر شما این حرفای چه شما همین الان جبران کن مونو کانم مشکلی همین الان ببخشید فرمودین کی نداری کیشه که نمیدونم ولی امیدوارم یه روز از خجالتتون درم و جبران کنم مونو کانم ما تا سفید شدن گیستامون پاتون وای میزیم تو تش با اینکه دلت خالی نشه از اسکناس خنده ها کسری نیاری یه دفعه توی حساب دل ما چک سلام علیکمون وای اگه برگشت بخوره اگه یکی از ما دوتا از آدم ها دل ببره سلام میشه حساب ما بکنی تو بانک ما مهربونی سرمایته بیا به بانک بانکیا یه دنیا مهربونیه شرایط قرعه کشی تو هم یه امتحان بکن شاید برنده هم بشی جایزه یه قرعه کشی نه ستاره است نه پنجره هر کی برنده شد تو خواب
خورشید و ماه میبره، خورشید و ماه میبره. با یه سلام میشه حساب، با بکنی تو بانک ما. مهربونی سرمایته، بیا به بانک بانکیا، بیا به بانک بانکیا.